فردا مراسم دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر در نیویورک، واشنگتن و محل سقوط هواپیمای چارون در ایالت پنسیلوانیای آمریکا برگزار می شود. مقام های آمریکا گفتند 11 سپتامبر ممکن است حمله های تازه‌ای رخ بدهد. تمهیدات امنیتی هم در نقاط مختلف آمریکا از جمله نیویورک تشدید شده. آنهای پر از پلیس، آماده باش نیروهای امنیتی و هشدار در مورد احتمال حملات تروریستی. اهالی نیویورک در سالهای پس از 11 سپتامبر به این صحنه ها عادت کردند. اما این تدابیر در 24 ساعت پیش از 10 سالگرد این حملات به سطح بی سابقه رسیده است. از ایست های بازرسی تا حضور ملموس نیروهای امنیتی، مقامات شهرداری هم اعلام کردند که روز یکشنبه بخش های بزرگی از شهر به روی رفت آمد بسته خواهد شد. همه و همه با این هدف که مراسم گرامی داشت قربانیان بدون کمترین دردسری برگزار شد. مراسم یادبودی که تعدادی از هنرمندان معروف تئاتر با خواندن سرود نیویورک به استقبال آن رفتند. آنها میگویند این حرکت در میدان معروف تایمز هم زنده بودن این شهر را نشان می‌دهد، هم خانواده قربانیان را شاد می‌کند. It's the spirit, that American spirit of keep going. این روحیه آمریکایی است که نباید اجازه داد حوادث تلخ پیشرفتمون رو متوقف کنه. شعار نیویورک هم همیشه این بوده که حرکت به جلو، از جمله در هنر، در هر شرایطی باید ادامه پیدا کنه. بعد از حملات 11 سپتامبر ما همه در بهت بودیم و هنرنمایی هم در شهر برای مدتی متوقف شد. برای همین ما در آستانه 10 سالگی آن حادثه اینجا خواندیم و رقصیدیم که بگیم وقت آن رسیده آن روزهای تلخ را پشت سر بگذاریم. گذر از روزهای سخت و آمادگی برای مراسم 10 سالگرد را در طبقه 71 ساختمانی که جایگزین برج‌های فروریخته دوقلو خواهد شد هم میتوان لمس کرد. جان کونیجیلارو که پس از حملات 11 سپتامبر به ارتش آمریکا پیوست و به عراق فرستاده شد، پس از بازگشت در این مجموعه مشغول به کار شده است. او میگوید کار کردن در پروژه این آسمان خراش ها و بنای یاد بود موجب افتخار است. خیلی از کسایی که اینجا کار میکنن 10 سال پیش هم توی تیم نجات و آواربرداری بودن. برای همین خیلی با علاقه هر روز به اینجا میان تا برج رو هرچه زودتر تکمیل کنن. تا کمتر از 24 ساعت دیگه رئیس جمهور سابق و فعلی آمریکا به همراه تعداد زیادی از خانواده های قربانیان در اینجا، مکانی که ماهاست در اون ساخته ساز ادامه داره و بعد از تدابیر گسترده امنیتی حاضر میشن تا از این بنای یادبود پرده برداری کنن، جایی که روزی یکی از برج های دوقلو قرار داشت و نام تک تک قربانیان هم بر روی اون نوشته شده. شاید بعد از 10 سالگرد این مراسم بهانه‌ای باشد برای پشت سر گذاشتن خاطرات تلخ آن روز. بهمن کلباسی همچنان از مقابل محل سابق برج‌های تجارت جهانی با ماست. بهمن، این لحظات لحظاتی بسیار مهم و نمادین برای آمریکا، برای نیویورک و خصوصا برای اون نقطه‌ای که تو در اونجا هستی، از حس و حال اونجا بگو. با مردم که صحبت می‌کنی در مورد این روز، معمولاً پاسخی که میدن جمال این هست که 10 سالگرد بهانه است، شاید فرصتی است در اینی که قربانیان رو یادشون رو گرامی می‌داریم، ولی شاید بس از این دیگه در مورد این واقعه به عنوان یک زخم صحبت نکنیم. گویی که یک اهمیت نمادین این واقعه بیشتر این است که میشه از اون واقعه از تلخی اون واقعه دست کم عبور کرد و اعتماد به نفسی که به شهر برگشته، بازگشت به حالت عادی، این نشانه‌هاش رو در همه جا می‌شنوید. البته این نقش این ساختمان، این بنا، این مجموعه‌ای که داره اینجا ساخته میشه خیلی مهمه، چون اون خلاء رو پر کرده. چون هر وقت در این منطقه پیاده روی میکردید در سالهای گذشته، اینجا یک منطقه خالی بود و اون احساس که گویی این زخم ترمیم نشده همچنان بود. میبینید حتی چند نفر الان کارگرا دارن آماده، کارمندانی که دارن کار میکنن اونجا دارن آماده میکنن کف اون قسمت یاد بود و همونجوری که در گزارش هم دیدین، این دقیقاً یکی از جاهایی است که برج‌های دوقلو بود. استخر بعدی، آبنمای بعدی هم برج دیگر و کل این مجموعه در واقع داره آماده میشه برای اینکه فردا هم رؤسای جمهور در اینجا حاضر خواهند شد، رئیس جمهور سابق، رئیس جمهور فعلی و هم خانواده قربانیان. من در همین گزارش که دیدید، وقتی که در داخل برج اصلی بودم، این برجی که اینجا در کنار ما هست و 104 طبقه قراره بالا بره و بلندترین برج نیویورک و آمریکا خواهد شد، وقتی صحبت میکردم هم با اون فردی که در گزارش بود، هم با کسان دیگه ای که در این ساختمان کار میکنن، این احساس که با پایان دادن به این برج ما میتونیم
در واقع یک قدمی برداریم که به نوعی پایان تلخی اون ماجرا باشه رو میشد حس کرد. و طبیعتاً فردا هم همینطور که گفتید اهمیتش در این است که همه به اینجا خواهند آمد تا یاد اون قربانیان رو گرامی بدارن. از برنامه های فردا بیشتر بگو برامون. اتفاقات مهم میخواهد افتاد، از جمله این که تعدادی از وقایعی که اینجا خواهد، یعنی برنامه‌ای که قرار است باشه، برنامه‌ای رسمی نیست. از جمله تعدادی از شهروندان دعوت کردن روی فیسبوک که جوونا و تعدادی بیشتری از کسانی که با نمیتونن وارد این منطقه بشن فردا، یک زنجیره انسانی که پیامش صلح و دوستی و گرامی داشت قربانیان هست دور این منطقه ایجاد کنن در کنار رودخانه. حتی در همین گذاشتی در امشب هم تعداد زیادی به اصطلاح نمایشگاه های عکسی درشون رو باز میکنن به روی مردم. یه سری برنامه ریزی شده برای خود مردم که اونجوری که دلشون میخواد یاد اون حوادث رو گرامی دارن. ولی در همین محلی که پشت سر من هست، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به همراه رئیس جمهور سابق جورج بوش حاضر خواهند شد و همزمان در وزارت دفاع در واشنگتن و در ایالت پنسیلوانیا که اون هواپیمای چهارمی که به هیچ جا برخورد نکرد و سقوط کرد مراسم های برگزار خواهد شد تا یاد قربانیان گرامی داشته بشه و خاطره دهمین سالگرد اون واقعه هم در واقع در از 10 سال بعد از این مدت بار دیگه بهش مروری بشه و یادآوری بشه برای آمریکایی‌ها. متشکرم از همکارم بهمن کلباسی از محل سابق بورس‌های تجارت جهانی در نیویورک.